جامعه جهانی به شدت نگران مردم افغانستان است با نزدیکتر شدن فصل سرما و کوهستانی بودن بسیاری از نقاط افغانستان جامعه جهانی نگران مشکلات بیشمار مردم این کشور علال خصوص تغذیه و سرما است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. افغانستان کشور افراد و تفرید با کوههای سر به فلک کشیده دشت های گرم و سوزان تابستان های گرم و زمستان های طاقت فرسا حالا این کشور به دست سنی های تندرو طالبان افتاده و مردم آوارتر و گرسنتر از پیش شده در همین راستا اف بینان ملل اعلام کرد جامعه جهانی باید فورا محدودیت های مالی علیه افغانستان را که مانع ارائه کمک درمانی غذا و دیگر خدمات اساسی شده و تهدیدی علیه جان دهها میلیون افغانی است لغو کند این نهاد بینالمللی گفته که ترکیب تعلیق کمک های خارجی مسدودسازی دارایی های دولت کابل و اعمال تحریم های بین المللی علیه طالبان کشوری را که همکنون با درد و رنج ناشی از فقر شدید دست و پنجه نرم می کند به سمت یک بحران اقتصادی تمام ایار می کشند. در این بیانیه آمده برآورد سازمان ملل نشان می دهد. 22 ممیز 8 میلیون افغانی که معادل بیش از نیمی از جمعیت این کشور می شود. اکنون با ناامنی غذایی و گرسنگی حاد مواجه هستند و دست کم یک میلیون کودک هم به سوء تغذیه گرفتار شده‌اند. سازمان ملل متحد همچنین برآورد می کند. دویست میلیون دلار کمک انسانی هر ماه برای جلوگیری از بروز این فاجعه ضرورت دارد. با توجه به اینکه گروه طالبان همچنان در فهرست گروه های تحت تحریم بین المللی است اهدا کنندگان خارجی به افغانستان پس از آنکه این گروه در ماه اوت کنترل کشور افغانستان را به دست گرفت ارسال کمک هایشان را متوقف کردند دولت بایدن 9 میلیارد و 500 میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرده است اتحادیه اروپا هم دست به اقدام مشابهی زده و یک ممیز چهار میلیارد دلار از کمک هایش را تعلیق کرد. چنین اقدامی موجب شد تا دست کم دو هزار مرکز درمانی که به سی میلیون شهروند افغانستانی خدمت رسانی تعطیل شود. علاوه بر این صندوق بین المللی پول طی اقدامی دسترسی طالبان به 450 میلیون دلار را مسدود کرد. در همین حال یونیسف نسبت به افزایش گرسنگی و معلق ماندن ارسال کمک ها هشدار داده و تأکید کرد که این رویه یک بحران سریع به وجود می آورد. سامانتا مورت رئیس ارتباطات یونیسف در امور افغانستان در مصاحبه با دویچوله گفت حدود نیمی از این کشور نیازمند دریافت کمک هستند و این بحرانی است که به سرعت رشد می کند و در حال خارج شدن از کنترل است. یونیسف با های چارتری و از طریق مرز پاکستان در حال انتقال کمک هاست. ها بنابراین ما در حال وارد کردن کمک ها هستیم اما هر روز هوا سردتر می شود. حال باید دید عاقبت پول ها و سرمایه های افغانستان که به دست طالبان افتاده بلای جان مردم این کشور خصوصا شیعیان و هزاره ها می شود یا اتفاق دیگری در راه است. در هر صورت زمستان سرد افغانستان در راه است. و اهمیتی به مناسبات سیاسی نمیدهد.